بیش از 15 میلیون کشته و 20 میلیون زخمی، دستاورد جنگ جهانی اول بین سالهای 1914 تا 1918 است. جنگی که چندین امپراتوری رو از بین میبره و همچنین باعث به وجود اومدن چندین کشور جدید میشه. سلام، من حمید هستم و واقعا خوشحالم که توی دوران جنگ جهانی حضور نداشتم. میدونید که با هر جنگ قحطی و بدبختی و تلفات و بیچارگی به وجود میاد و ما توی این ویدیو میخوایم درباره داستان جنگ جهانی اول با شما صحبت کنیم. اما قبل از اینکه بخوایم داستان رو بگیم، باید بدونیم دنیا توی اون شرایط چه ویژگی هایی داشته. توی اون دوران فرانسه و بریتانیا بزرگترین امپراتوری ها بودن و در سرتاسر دنیا برای خودشون تونسته بودن مستعمراتی رو فراهم کنن. ارتش بریتانیا یا امپراتوری بریتانیا بزرگترین امپراتوری اون دوران بوده و به قول خیلی ها امپراتوری بوده که در اون خورشید هیچ وقت غروب نمی کرده. توی این شرایط ما روسیه تزاری رو هم داشتیم، روسیه یا امپراتوری روسیه تزاری که بزرگترین سرزمین، یکی از بزرگترین سرزمین ها و ارتش های دنیا رو داشته و قدرت فراوانی هم داشته در اون دوران. اما این وسط ارتش آلمان یا به عبارتی امپراتوری آلمان بعد از 30-40 سال، بعد از 40-50 سال تازه رشد کرده بوده و تبدیل شده بود به یکی از قطب‌های اقتصادی و یه جورایی یکی از قول‌های صنعتی به حساب می اومده. آلمان خودش رو توی این دوره کمتر از انگلستان و فرانسه می‌دیده و فکر می‌کرده توی دوران استعمار، با اینکه مستعمراتی رو هم داشته، اما فکر می‌کرده نسبت به فرانسه و انگلستان یا بریتانیا عقب افتاده و همیشه تلاش داشت تا این عقب افتادگی خودش رو جبران کنه. حس عقب افتادگی برای آلمانی که خودش رو قول صنعتی می‌دونست همیشه باعث سرخوردگی بود. اما از اون طرف هم انگلستان و فرانسه از پیشرفت آلمان هراس داشتن و تلاش میکردن جلوی پیشرفت اونو بگیرن و به خاطر همین کشمکش ها و درگیری ها به اوج خودش رسیده بود. توی اون دوران علاوه بر آلمان و فرانسه و بریتانیا، روسیه، امپراتوری اتریش مجارستان، امپراتوری عثمانی، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال هم کشورهای تعیین کننده ای بودند که اسپانیا به خاطر مشکلات داخلی کلن در این دوره کاری به کسی نداشته و عملاً زیاد تاثیرگذار نبوده. گفتیم به خاطر جو متشنج و رقابت بین کشورها همه دنبال جذب متحد و یار برای خودشون بودند. آلمان با امپراتوری اتریش مجارستان و ایتالیا اتحاد سه‌گانه‌ای رو می‌بندن و متحد میشن اگه به هر کدوم از این کشورها حمله شد دو کشور دیگه دخالت کنن. این کشورهایی که با هم متحد میشن رو متحدین یا نیروهای مرکز میگن که بعدها با شروع جنگ ایتالیا تغییر جهت میده و از این گروه خارج میشه و امپراتوری عثمانی به جای اون به متحدین اضافه میشه. از اون طرف فرانسه، انگلستان و روسیه هم یک تفاهم سه‌جانبه با هم میبندن که هسته اصلی متفقین یا تفاهم سه‌گانه رو تشکیل میده. بعدها ایتالیا، ژاپن، بلژیک، صربستان، یونان و رومانی هم به این گروه اضافه میشن و در نهایت با اعلام جنگ آمریکا به آلمان، آمریکا هم به این جبهه ملحق میشه. اما این وسط ایران کجای داستان بوده و چیکاره بوده؟ توی اون دوران قاجارها بر سر قدرت بودن ولی عملا قدرتی نداشتن. به خاطر همین با اینکه اعلام بیطرفی میکنن ولی روسیه و انگلیس از ترس قدرت گرفتن طرفدارای آلمان طی یک جلسه‌ای که داشتن ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن و شمال به روسیه و جنوب هم به انگلستان میرسه و مرکز هم حائل بین این دو امپراتوری میشه. فعالیت روس‌ها، انگلستان و عثمانی‌ها در ایران باعث قحطی شدیدی در ایران میشه که قبلا به طور مفصل دربارش صحبت کردیم و لینک اون ویدیو رو داخل دیسکریپشن هم واسهتون قرار میدیم. با این یارکشی‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که امضا شده بود، اگه هر کدوم از این اعضای این اتحادها دچار جنگ می‌شدن، بقیه اعضای اون اتحاد هم مجبور بودن به حمایت از این عضو وارد جنگ بشن و به صورت مستقیم از اون عضوشون حمایت کنن. این یعنی عملا دنیا روی یک انبار باروتی بود که فقط یک جرقه نیاز داشت. این جرقه همون ترور ولیعهد اتریش مجارستان و همسر اون در سال 1914 بود.
قبل از آغاز جنگ جهانی اول منطقه بالکان که شامل کشورهای امروزی آلبانی، بلغارستان، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، سربستان، مونتنگرو، رومانی، یونان و مقدونی است، یکی از مناطق پرحاشیه و چالشی بوده. طی سالهای قبل جنگ‌های زیادی توی این منطقه با عثمانی‌ها و اتریش به وجود اومده بود. بوسنی از سال 1908 بخشی از امپراتوری اتریش بوده، اما سربستان همیشه ادعای مالکیت بر بوسنی را داشته. بعد از ترور آرشیدوک فرانس فردیناند، ولیعهد اتریش و همسرش در سارایوو، پایتخت بوسنی، توسط ناسیونالیست‌های سرب، اتریش به سربستان اعلام جنگ می‌کنه و روسیه هم در حمایت از سربستان به اتریش اعلام جنگ می‌کنه. بعد آلمان هم به طرفداری از اتریش به روسیه اعلام جنگ می‌کنه و در نهایت فرانسه و انگلستان هم طبق توافق‌نامه‌ای که داشتن به نفع روسیه وارد ماجرا میشن و از اون سمت هم عثمانی‌ها به نفع آلمان و اتریش وارد جنگ میشن و عملاً جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع میشه. با شروع جنگ آلمان تصمیم داشت اول فرانسه رو از گردونه جنگ خارج کنه. به خاطر همین از خاک بلژیک بی‌طرف استفاده میکنه و تا نزدیکی‌های پاریس هم پیش میره. اما آلمانی‌ها نمیتونن پاریس رو فتح کنن و مجبور به عقب نشینی میشن. توی این جنگ کشورها بارها پیشروی و عقب نشینی کردن و مرزها بارها جابجا شد. آلمان در جبهه غربی با انگلستان و فرانسه و در جبهه شرقی با روسیه و سربستان میجنگید. امپراتوری انگلستان، فرانسه، روسیه، آلمان، عثمانی و اتریش و مجارستان ارتشای بزرگ و مجهزی داشتند که درگیری اونها باعث کشته شدن خیلی از افراد میشه. تعداد زیادی از سربازهای ارتش انگلستان و فرانسه رو سربازهای مستعمرات این کشورها تشکیل میدادند. یعنی توی این جنگ سربازهایی از استرالیا، کانادا و آفریقای جنوبی هم حضور داشتند. با این وجود با شروع جنگ دولت‌ها با تبلیغات فراوان و با پوسترهای زیبا و شعارهای ملی‌گرایانه مردم رو دعوت به پیوستن به ارتش می‌کردن و اینجوری دست دست مردم عادی تبدیل به سرباز و ماشین کشتار می‌شدن. اما وقتی همین مردم جنگ رو از نزدیک دیدن و لمس کردن دچار مشکلات روحی و روانی زیادی شدن. اما یکی از داستان‌های جالب جنگ جهانی اول در شب کریسمس و سال نو میلادی اتفاق میفته، جایی که شب سال نو میلادی آتش بس اعلام میشه و سربازهای آلمانی و انگلیسی با همدیگه سرود کریسمس رو میخونن و حتی بعد از اون سربازها از منطقه ممنوعه هم عبور میکنن و با سربازهای دشمن صحبت میکنن و هدایایی هم رد و بدل میشه این وسط. این مسئله باعث شد روز بعد کسی دل و دماغ شلیک و ادامه جنگ رو نداشته باشه و حتی بعضی جاها این آتش بس تا یک هفته هم ادامه پیدا میکنه. به خاطر همین در کریسمس سال بعد به نگهبانها دستور اکید داده شد تا اگه کسی خواست این صلح رو دوباره تکرار کنه بهش شلیک مستقیم بشه، چون اگه کسی حاضر به جنگ نباشه اون سیاستمدارای قدرت طلب چطوری باید به اهدافشون برسن؟ اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید و واسهتون مفید بوده خوشحال میشم که توی کامنت ها نظرتون رو بنویسید و این ویدیو رو هم لایکش کنید. با پیشرفت جنگ در اوایل سال 1915 نیروهای متفقین تصمیم گرفتن تا با گرفتن تنگه استراتژیک داردانل راه رو برای فتح قسطنطنیه یا استانبول پایتخت عثمانی ها باز کنن. انگلستان و فرانسه با گرفتن این تنگه میتونستن مسیر مستقیمی از دریای مدیترانه به دریای سیاه داشته باشن تا به متحد دیگه خودشون یعنی روسیه برسن. اما نیروهای ترک با فرماندهی مصطفی کمال که بعدها لقب آتاترک میگیره و با کمک آلمانی ها از دماغه گالیپولی و تنگه داردانل دفاع میکنند و متفقین بعد از یک سال با تحمل تلفات زیاد مجبور به عقب نشینی میشن. در همون سال 1915 هر دو طرف به طور وسیعی از بمب‌های شیمیایی و گازهای کشنده استفاده کردند که باعث کشته شدن افراد زیادی شد که به طرز فجیع جان دادند. آلمان 68 هزار تن و انگلستان و فرانسه 51 هزار تن گاز شیمیایی بر سر دشمنای خودشون ریختند.
و در مجموع بیش از 1,200,000 نفر از سربازای دو طرف درگیر آثار این گازها شدند. در اواسط 1915 ایتالیا که قبلا با متحدین پیمان بسته بود به نفع متفقین وارد جنگ میشه و به امپراتوری اتریش مجارستان حمله میکنه. در سال 1916 جنگ فرسایشی شده بود و هر دو طرف پیروزی ها و شکست هایی رو به دست آورده بودند، اما هنوز مشخص نبود که دقیقا کدوم جبهه قرار پیروز باشه. اما در سال 1917 انقلاب داخلی روسیه شکل میگیره و امپراتوری روسیه تزاری سقوط میکنه و ولادیمیر لنین رهبر حزب کمونیست رهبر جدید روسیه میشه. لنین مخالف جنگ بود و وقتی به قدرت رسید فرمان آتش بس فوری داد و در سال 1917 نیروهای روس و آلمان آتش بس در جبهه شرق رو جشن میگیرن. از اون سمت هم درگیری های جنگ جهانی فقط محدود به اروپا نبود. یکی از مهمترین درگیری ها در خاورمیانه اتفاق افتاد، جایی که تحت کنترل امپراتوری عثمانی بود. ارتش انگلیس با همراهی هندوستان در سال 1917 بغداد رو تصرف میکنه و بعد با کمک یک سپاه عربی به فرماندهی لارنس که بعدها به لارنس عربستان معروف میشه به عثمانی ها حمله میکنن و فلسطین و سوریه رو تصرف میکنن و سرانجام در 11 دسامبر 1917 ژنرال ادمون آلنبی وارد بیت المقدس میشه و با درگیری ها و جنگ های بعدی در سال 1918 لشکر لارنس و انگلیسی ها وارد دمشق میشن و اونجا هم سقوط میکنه و بعد از یک ماه امپراتوری عثمانی تسلیم میشه. درباره نحوه تقسیم خاورمیانه و شکلگیری اسرائیل هم قبلا ویدیویی ساختیم که لینکش رو توی دیسکریپشن هم قرار میدیم تا اگه دوست داشتید اون ویدیو رو هم بتونید تماشا کنید. در همین سال آلمان تصمیم میگیره به همه کشتی‌های خارجی که به انگلستان مواد غذایی و تجهیزات میفرستادن حمله کنه. زیردریایی‌های مخوف آلمان چندین کشتی آمریکایی رو هم غرق می‌کنن که این باعث میشه آمریکا هم به آلمان اعلام جنگ کنه و عملاً وارد جنگ جهانی اول بشه. در اوایل 1918 به نظر می‌رسید جنگ به نفع آلمان داره پیش میره. روسیه عقب نشینی کرده بود و آلمان تا 64 کیلومتری پاریس هم رسیده بود. اما کم کم در جبهه‌های دیگه عثمانی‌ها و مجارستان شکست خورده بودند و ایتالیا هم تونسته بود ارتش اتریش مجارستان رو شکست بده و نیروهای تازه نفس آمریکا هم در راه بودند. عملا تا اوایل نوامبر 1918 آلمان دیگه تنها مونده بود و شکست‌های سنگینی مثل نبرد مارن خورده بود و به خاطر همین در 7 نوامبر 1918 هیئتی آلمانی برای بررسی شرایط صلح و مذاکره برای صلح پیش متفقین رفتن و جنگ تقریبا پایان یافته بود. ساعت 11 صبح 11 روز از 11 ماه 1918 توپخانه های اروپا بعد از 4 سال شلیک آروم شدن. آلمان برای مذاکره برای یک معاهده صلح درخواست آتش بس داده بود. این کشور در محاصره نیروهای خارجی نبود، ولی سربازها و ملوانان نیروی دریایی آلمان دست به شورش و اعتصاب گسترده‌ای زده بودند. قیصر آلمان از قدرت کنارگیری کرد و سرانجام آتش بس به معاهده صلح ورسای ختم شد. در پایان این جنگ آلمان مجبور به پرداخت غرامت بسیار سنگین به متفقین شد و نیروهای نظامی خودش رو به شدت کم کرد و سرزمین‌های زیادی از کشورش و همچنین از مستعمراتش رو هم از دست داد. امپراتوری عثمانی، اتریش مجارستان و آلمان از بین رفتن و نقشه جدید اروپا و خاورمیانه توسط فاتحان جنگ شکل گرفت. بیش از 65 میلیون نفر در این جنگ شرکت کردند که بیش از نیمی از اونها کشته و یا زخمی شدند. علاوه بر اون بیش از 6 میلیون غیر نظامی کشته شدند. بعضی از شهرها و روستاها به کلی ویران شدند و مزارع حاصلخیز به بیابانهایی تبدیل شدند و اروپا از لحاظ اقتصادی ویران شد و آمریکا به قدرت اقتصادی اول دنیا تبدیل شد.
سربازهای زیادی تا آخر عمر با نقصهایی زندگی میکردن و این 4 سال سرنوشت خیلی ها رو تغییر داد. در اواخر 1918 مردم آرزو میکردن که دیگه هیچ وقت در عمرشون شاهد تجربه کشتار و جنگ و ویرانی نباشن. اما با این وجود برای شروع جنگ جهانی بعدی کمتر از 30 سال زمان نیاز بود. این جنگ یعنی جنگ جهانی اول داستان‌ها و موضوعات متنوع خیلی زیادی داره که ما بعضی از اونها رو واسهتون می‌نویسیم. میتونید از بین این موضوعات یا هر داستان هر موضوع دیگه‌ای رو که فکر می‌کنید واسهتون جذابه بنویسید تا ما بتونیم برای ویدیوهای بعدی از این موضوعات استفاده کنیم. با آرزوی پایان جنگ‌ها و برقراری صلحی پایدار این ویدیو رو به اتمام می‌رسونیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده و اگه به موضوعات تاریخی علاقه‌مندید میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید و لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها واسمون بنویسید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.